ما ضرورت داریم به رسم کردن خطهای اساسی برای افغانستان و ایجاد انگیزه نه کشمکش ظالمانه به خاطر تصاحب قدرت داخل افغانستان. ملت شما زمانی وحدتش تضمین میشه و عزتش تضمین میشه که شما انگیزه ایجاد کنید داخل جامعه. هر کی که صاحب انگیزه باشه و شما دستش رو ببوسیم بگیم بیاد نجاتش بده مملکت. اما ما با تشریفات که ضرورت نداریم که هر کس برای خود جا و جلال جستجو کنه. سید مصطفی کاظمی در سال 1342 خورشیدی در منطقه لولینج ولایت پروان زاده شد. کاظمی تحصیلات خود را در ولایت کابل آغاز کرد و تا مقطع لیسانس ادامه داد. سید کاظمی شخصیتی پرتلاش بود و در هر کار صلاح مردم را در نظر می گرفت. او به عنوان شخصیت خدمتگزار برای مردم معرفی شد. ما آقای کاظمی را از جوانی میشناختم. در وقت اونا را بیشتر شناختم که راسن در سیاست ضد طالب گرفتار بودن. آقای شهید کاظمی یک جوان اول با تقوا بود. تقوای مادی، تقوای مالی، تقوای اخلاقی و تقوای فرهنگی داشت. هر کسی که تقوا را داشته باشه او هم به خدا نزدیک است، هم به دو چشم پیغمبر. اگر نداشته باشه از زردوش خطا میخوره. سید کاظمی یک چهره بود که در آوان جوانی، در دوران جوانی تلاش میکرد که به یک شکل مصدر خدمت واقع شود به مردمش، به کشورش، به جامعهش. شهید کاظمی صاحب یو ملی شخصیت و دیر یو آرام در ملت پزر پوری او هر حق چا چه کاظمی صاحب پیجندی ابدا یدا فکر نکاوه چه دی یوازی مربوط پا اهل تشیو پردی. کاظمی صاحب هر چا تا ده هر چه زړه ته راتیر پر هر چه ګران. با آغاز جهاد مردم مسلمان افغانستان علیه شوروی در سنگر مبارزه و جهاد قرار گرفت و با شجاعت و درایتی که در دوران جهاد از خود نشان داد به عنوان یک فرمانده برازنده و دلیر جهاد اسلامی افغانستان تبارز کرد. آقای کاظمی که در برابر استبداد استاد بود و بسیار مردانوار استاد بود و در امو جایی که مربوط بود زعامت خودم میداد. ادب در نظر داشتن، بسیار مؤدبانه برخورد میکردن با همسنگرایش خود، با همقطاران خود، با رهبران جهادی و از جانب دیگه بسیار استوار قدم بر می داشتن و شجاعت به خرج می دادن و در دوران جهاد و هم در بود نظامی و هم در بود فرهنگی و هم در بود سیاسی و اجتماعی جایگاه ویژه خود اونا داشتن.
او به همراه حزب وحدت اسلامی به ائتلاف دولت آقای ربانی پیوست و عضو شورای موسوم به شورای عالی رهبری دولت شد. همکاری و حمایت آقای کاظمی از فرمانده احمدشاه مسعود در آن ائتلاف ادامه یافت. او در کنار فرمانده مسعود باقی ماند و عضو جبهه ملی دفاع از افغانستان شد که بعد به ائتلاف شمال شهرت یافت. شهید مسعود عامر سب که ما میگفتیم بسیار اعتماد خاص بالای آقای کاظمی داشتند. نقاط اختلافی داشتند بین خود، چون که ما همیشه نقاط اختلافی داشتیم اما متحد بودیم. خوب در ذهن ما است که در دهه 60 اولین ارتباط شهید کاظمی از آدرس جهاد مردم افغانستان که عمدتاً اینا در مناطق مرکزی بودند با جبهات مجاهدین و به ویژه شهید احمدشاه مسعود برقرار کردند. خب یادم است که وقتی که حزب وحدت در مناطق مرکزی در بامیان شکل گرفت و به وجود آمد، اولین هیئتی که در ملاقات با احمدشاه مسعود شهید وارد پنجشیر شد شهید کاظمی و جمع از یارانش بود. او شخصیتی پرتلاش و مستعد بود و به حرفی که میزد باور داشت. یکی از ویژگی‌های شخصیتی کاظمی این بود که وقتی تصمیم به انجام کاری می‌گرفت برای رسیدن به مقصد شهامت و ابتکار به خرج می‌داد. یک جوان نسبی دوراندیش بودند. بارها همراه مکمشش سوال سر گذشته نبود، سر آینده بود. نگرانی گذشته نبود که خوب بود یا بد بود، نگرانی آینده بود. هر کس کی داشته باشه ایرا میگن با بینش، بصیرتی که داشت در موجب خودش. بیشتر معتقد به می بودن که هر نوع تعصب باید از افغانستان دور کنیم. ایشان شخصیت پرتلاش بود، شخصیت مستعد بود و به حرفی که می زد باور داشت. تصمیمی که می گرفت و به او تصمیم خود باید می رسید و اجرا می کرد. کاظمی صاحب شخصیت و کن قابل قدر و کن ده نبودن او یا نشتوالی پا وطن که و کن یو غط زایاده غط خالیگاده. کاش که دغه رقم اشخاص په افغانستان کې موږ همیشه ولرو، نور هم پیدا کو چې دغه نوع یو شخصیت ولري چې هغه وکولای شي چې د افغانانو تر مابین ورورولي او دوستي په وجود راولي. کاظمی پس از پیروزی مجاهدین نقش فعال و اساسی در کنفرانس بن داشت. و پس سقوط طالبان از طرف ائتلاف شمال به نشست رهبران و نمایندگان گروه های گوناگون به شهر بن آلمان رفت و یکی از امضا کنندگان موافقت نامه بن شد. از همین طریق و در نشست بن آقای کاظمی عهده‌دار وزارت تجارت گردید و در کابینه های دولت موقت و انتقال افغانستان در این سمت باقی ماند. سید مصطفی کاظمی در زمان حکومت موقت و انتقالی افغانستان سمت وزارت تجارت را بر عهده داشت که خدمات او در پیشرفت اقتصاد کشور و حرکت به سوی ترقی و تکامل بر کسی پوشیده نیست. در دولت موقت به عنوان وزیر تجارت افغانستان معرفی شد و نظر به استعدادی که داشت باز هم در دوره انتقالی به عنوان وزیر معرفی شد. جامعه محافظه کار همیشه در وضع موجود غرق است، میخواییم وضع موجود نگاه شود. وقتی شما میخواییم رو تغییر بتین باید یک شهامت و جرأت فوق‌العاده داشته باشین. آقای کاظمی را داشت، هم ابتکار داشت و هم برای عملی کردن ابتکارات خود شهامت داشت.
آسانسازی سرمایه گذاری در کشور مدیون تلاش های بیوقفی و در زمان تصدی پست وزارت تجارت به شمار می آید. افغانستان امروزی در راستای تثبیت بسیاری از زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری ها مدیون این شخصیت مردمی است. اقتصاد نخوانده بود ولی بهترین وزیر تجارت شد. صنایع و ایار در موردش معلومات مدون کسبی نداشت که فاکولته صنایع را خوانده باشه. ولی صنایع افغانستان در زمان تصدی از یا باعث وزیر تجارت بسیار رشد کرد. پارک صنعتی هرات بسیار رشد کرد. پارک صنعتی کابل بسیار رشد کرد. در مزار پارک صنعتیش تعداد گذاشته شد و رشد کرد. کارهای بسیار شایسته‌ای در دوره انجام داد. تجارت افغانستان رشد داد، رونق داد و سرمایه گذاری را در داخل افغانستان تشویق کرد. این به عنوان وزیر موفق تجارت از سرمایه گذارا چه در داخل و چه در خارج افغانستان دعوت کرد. چون مردم با شهید کاظمی آشنا بودند، دعوت شهید کاظمی را پذیرفتند. به خاطر از اینکه میدانست که وقتی که ایشان گپی را که میزنه، قولی را که میده و قول خود وفا میکنه. سپس او در نخستین انتخابات پارلمانی افغانستان از کابل در رقابت‌های انتخاباتی شرکت و به عنوان نماینده پایتخت و پارلمان افغانستان را یافت. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجودی که زمینه معرفی برشان زیاد مساعد شد، ولی دستای پیدا و پنهانی وجود داشت که ایشان نگذاشتن به عنوان وزیر معرفی شود. اینا کنار گذاشته شدن بدون از اینکه عقدمندانه برخورد بکنه. صبر کردن، حوصله کردن که بالاخره مردم عزیز افغانستان، خصوصا شهریان کابل، اونا را به عنوان وکیل منتخب در پارلمان افغانستان فرستادن و با در نظر داشت استعدادی که داشتن، اونا در کمیسیون اقتصاد ملی و به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد ملی معرفی شدن. شهید کاظمی آنگاهی که بر ریاست کمیسیون اقتصادی اولس جرگه افغانستان رسید، او سعی کرد که در قسمت مبارزه با فساد، اون هم مبارزه با فساد اقتصادی، هر آن چیزی که در حیطه امکاناتش است و هر آن چیزی که در تطبیق برنامه ها میتوانه مؤثریت خویش را نشان بده، او مسائل لازمه را به خرج داد. بعد از اینکه اینا به عنوان از وزارت برکنار شدن و نماینده منتخب مردم شدن و مردم برشان رأی داد، اینا جناب کاظمی شهید رئیس کمیسیون اقتصاد ملی شورا انتخاب شدن. کسانی که در این بخش از زندگی کاری آقای کاظمی شاهد فعالیت‌های او بودند میگویند او همواره وضعیت را نقد می‌کرد و در تلاش برای ایجاد یک وضع مطلوب در اقتصاد کشور بود. په مجموع کې کاظمی صاحب د 2001 کال نه به بعد مسره نږدې دوستانه صمیمانه اړیکې درلودلې. په پارلمان کې سره یو ځای وو. یو د شوخو بیانو د کاظمی صاحب د شخصیت په ابعادو کې دا و چې نه یوازې په پارلمان کې بلکې په اجتماعي روابطو کښې چې د کاظمی صاحب به موجود و او چیرې به دی ناست و هلته به خدای نکرده کومه مشاجره راتلله یا به کوم جنجال واقع کېدی
کاظمی صاحب موقف او رول همیشه تعمیری بود. یقینا آقای کاظمی، شهید کاظمی، یکی از جمله کسانی بود که مساعی بندگی به خرج داد تا بتوانه مردم افغانستان را در قسمت رشد و توسعه انکشافی و توسعه اقتصادی همکاری بکنه، همین که در وزارت تجارت افغانستان در اوایل حکومت آقای کرزی مسئولیت اون وزارتخانه را داشته و یا اینکه مسئولیت کمیسیون اقتصادی شورای ولسی جرگه افغانستان را داشت. نزدیکان کاظمی بین باورند که شخصیت کاظمی یکی از کمیابترین شخصیت های اصلاح طلب و خیرخواه برای کشور و مردم بود و با تجربه هایی که داشت میتوانست نقش سازنده ای در کشور داشته باشد. او صادقانه و با تمام توان تلاش ورزید و نظریات و طرحهای سازنده خود را در مسائل سیاسی و اقتصادی به صراحت و دقت ابراز می داشت که این خصوصیت شهید کاظمی زبان زده خاص و عام است. مهم برای یک مملکت چی است که زعیم داشته باشه؟ در یک منطقه کوچک چی مهم است که زعیم داشته باشه؟ زعامت دادن در هر سایه‌ای که مربوط شماست بسیار مهم است. تا که او برسه به زعامت ملی، او چی کار داره؟ اونم تو گذشت و قربانی که ملت بفهمه که زعیمم است، دروغ نمیگه، فساد نمیکنه، با پول معتقد نیست، به گپای ارزه معتقد نیست و خود کرایه نمیته، تمام آبرو و عزت مر همراه خود میداشته باشه. به او خاطر آقای مصطفی کاظمی که خداوند اونا را ببخشه همین صفتها را داشت و امروز در امون جای خود میتونست که برای ملت زعامت بته. پا پرلمان که چی به همیشه بنبست واقع کدی قانونی صاحب یادش بخیر، حقه به کاظمی صاحب او یا هم دغه ډول نور اشخاص چې په پارلمان کې موجود وه پر هغوی به غږ کوه او هغوی به د موضوع د حل دپاره د دې دپاره چې هغه منازعه او هغه جنجال ژر پای ته ورسیږي د دوی مداخله او د دوی دلایل به همیشه د وکیلانو تر مابین د یو حسنیت او د یو ښه نیک نظر په حیث سره منل کېدی او نورو وکیلانو به هغه ته غوږ نیوی. آخرین اقدام سیاسی سید مصطفی کاظمی شرکت در تشکیل جبهه ملی افغانستان بود که در آن رهبران احزاب مجاهدین و همچنین افرادی از احزاب کمونیستی پیشین حضور داشتند. در این حزب آقای کاظمی رئیس کمیته سیاسی و سخنگوی آن جبهه بود. یک شخصیت معتقد و یک شخصیت متعهد برای خدمتگزاری به مردم افغانستان بود. با همان خاطر هم از جانب دوستانش و هم از جانب رقبای سیاسیش مورد احترام قرار می گرفت، چون که او برای مردم افغانستان و برای کشور افغانستان یک تعهد خاصی داشت. سرانجام در پی تلاش‌های صادقانه و دلسوزانه در مسیر خدمت به مردم و کشور، مصطفی کاظمی در 15 عقرب 1386 هنگامی که از سوی پارلمان کشور برای بررسی وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود، در یک عمل توطئه‌آمیز به همراه شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و تعداد زیادی از مردم بیگناه و کودکان معصوم به شهادت رسید. با جمعی از یارانشان
شهید زکی یا شهید نازکمیر و یا شهید انجینر متین و دوستان شهید دیگر ما به خاطر دیدارهای نزدیک با مسئولین نهادهای اقتصادی شمال کشور وارد بغلان و پلخمری شد که متاسفانه ما شما شاهد هستیم، میدانیم که یک حادثه بسیار المناک اتفاق افتاد که در نتیجه شهید کاظمی و جمعی از یارانش به شهادت رسیدند و تا امروز ما خاطره هایشان را به عنوان کسانی که نیل به خدمتگذاری به مردم افغانستان داشتند خاطره هایشان را به صورت جدی گرامی میداریم. آقای کاظمی شهید باز رفته بودن اونجا، باز از فابریکات بغلان دیدن کردن، از فابریکه سمنت غوری دیدن کرده بودن، از فابریکه قند بغلان دیدن کرده بودن و قرار بود که از اگر حیات باقی می بود می رفتن از فابریکه های مربوط به اسپنزر هم که یک تانیز چندین تا بود از اون دیدن میکنن که وارد ایران است و از تاسات دیگه شان ماننده تاسات خدماتی ماننده اوتل اسپنزر که ایران است فعلا مخروبی بیش نیست از اون باید دیدن میکنن، اما عجل فرصت نداد و دامی که گذاشته بودن برشان همونجا به شهادت رسیدن و به جاویدانگان پیوستن. پداسه او شرایط کی چې په بغلان کې شپږ نفر وکیلان هم زمان دي او دی پلان ورته جوړي او د دوی تک باندې تقریبا ډیر خلک خبر وایي چې بغلان ته راځي، بیا هغه د دوی جد او وزدید چې خلک سره کاوه په هغه شیوه چې هیڅ نه و امنیتی دغه نو په نظر کې نه ونیول سوی، مثلا تدابیر نه ونیول سوی، فکر کوم چې دوی واقعا قربانی د داسې توجیه است. قضیه شهادت آقای کاظمی و همکاران او پیگیری نشد و با گذشت 8 سال از این رویداد هنوز عاملان این حمله شناسایی نشدند. نزدیکان آقای کاظمی میگویند رویداد بغلان مشکوک است و پرسش‌های زیادی در این باره در ذهن آنان وجود دارد که دولت باید با آنها پاسخ بگوید. وقتی که حادثه اتفاق افتاد، یک حادثه مشکوک بود و این بارها ما با جزئیات مطرح کردیم، وقتی که هیئت پارلمانی تصمیم به سفر میگیره 15 روز قبل از آدرس کمیسیون اقتصاد ملی مکتوب روان میشه به وزارت داخلی افغانستان، به ولایت بغلان، ولایت کندوز و چطور پیشگیری صورت نگرفته بود، وقتی که اینا در شهر پلخمری میره با او به تفاوتی مسئولین برخورد میکنن و از پلخمری بعد از اینکه دید و بازدید صورت میگیره با کارخانه سمت بغلان و میاین نتیجه را به مسجد عمومی شهر پلخمری صحبت میکنه، سخنرانی میکنه و هدف سفر به مردم تشریح میکنه خودش و از جانب دیگه یادداشت میگیره که ما در کابل وقتی که برگشتیم این از آدرس پارلمان افغانستان به حکومت افغانستان پیشکش میکنیم، پیشنهاد میکنیم و اعظمی خود پلخمری به طرف شهر، به طرف کارخانه قند بغلان اینا تنها میرن، جناب والی با اینا همراه نمیشه، قماندان امنیه همراه نمیشه، مسئولین عمده محلی اینا را همراهی نمیکنن و این شک و تردید بسیار زیاد ایجاد کرده بود در دوران که ما بارهایی را گفتیم که از طریق رسانه وزین شما هم باز هم میره مطرح میکنیم.
و حکومت گذشته متاسفانه برخورد سلیقوی انجام داد. نمونهشی که گفتن که والی بغلان و کمکاری متهم شده، این غفلت وظیفه ای را انجام داده، ولی از لحاظ حقوقی غفلت وظیفه ای خودش جرمه. و بالاخره یک وقت ما شنیدیم که جناب والی با 500 هزار افغانی جریمه اینا براعت میگیره. در پالیزی که براعت میگیره با یک پست بسیار خوبتر دیگه در شرق افغانستان وظیفه میگیره. خود دوی و سنگ دکم رو گورو با کی رو دیر لسوار لسکالو کشی دیر لوی لوی شخصیتون رو نورم در افغانستان به شهادت رسیدل دی او ده هیچ چا پشتن چا و نکره متاسفانه پیسیس ناده یو چو محدود کسانو مثلا استاد ربانی تاسو ولی دی به شهادت ورسیدی او دوسیه در وست اغا سپات ده ده غره کم دیر لوی اشخاص نور مثلا والی صاحب جمال به شهادت ورسیدی مثلا با کندهار که ملا نقیب خونزادت منفجار وسو به شهادت ورسیدی احمد علی خان کرزت په شهادت ورسېدی. یعنی دغه رقم لکه نور دوسیې چې پاتې سوي دي دا هم یو د هغو ګمنامو دوسیو څخه ده چې دا به هم ابدالابد دغسې پاتې وي. یک مردمی که آب یا آشامیدنی نداشته باشد، یک مردمی که دکتر و سرک نداشته باشد و بعد مسئولینشان در خیال اروپا و در خیال امریکا و در خیال کشورهای عربی برای خود جا و جلال و بلدنگ و ساختمان بسازن و فکر کنن که برای پادشاهی خلق شدن و فکر کنن که وقت پادشاهی شد خبر این ملت کنده است. ما ضرورت داریم به رسم کردن خطهای اساسی برای افغانستان و ایجاد انگیزه، نه کشمکش ظالمانه به خاطر تصاحب قدرت داخل افغانستان. ملت شما زمانی وحدتش تضمین میشه و عزتش تضمین میشه که شما انگیزه ایجاد کنید داخل جامعه. هر کی که صاحب انگیزه باشه با شما دست شب بوسیم بگیم بیاد نجاتش بدیم مملکت. اما ما با تشریفات که ضرورت نداریم که هر کس برای خود جا و جلال جستجو کنه.